بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما همراهان عزیز و گرامی و عرض سلام خدمت جناب آقای نجاری که در این ویدیو خطشون رو بررسی میکنیم. اولین نکته ای که در مورد مشقتون عرض میکنم اینه که کلمه ایوها در یا ایوها النبی یه خورده قسمت بالا کوچیک شده و حالا پایینی درسته یه خورده لرزه داره، مثلا از لحاظ شکل و شمایل اونی که بایستی بشه نشده، ولی عیبی که وجود داره توی قسمت بالایی خب بیشتره تا قسمت پایینی. اندازه بالایی رو بایستی اینجا بایستی تنظیم کنی. حالا خود خط مرحوم نیریزی رو شما نگاه کنید، این دوتا اولا که این دوتا هسته برابر مساوی هست و ثانیا که بدون لرزه و بدون خلاصه خوردگی باید نوشته بشه. اینا رو بایستی بیشتر تمرکز کنید که انشالله کارتون خوب در بشه. نکته بعدی این که این اتصال که اینجا این حالت تیزی پیدا کرده، این در خط نسخ عربی اینجور میشه. من فکر میکنم در حالا چاپی که بوده اینها این قسمت خوردگی ایجاد شده و کلمه به این شکل شده، چون نیریزی جاهای دیگه که این اتصال رو نوشته به همین شکلی که الان من با مداد درستش کردم. اینطوری نیست که اون تیزی که حالا شما هم سعی کردید پایبند باشید بهش، این در نسخ عربیه. توی نسخ فارسی چنین چیزی نداریم، نمی نویسیم و این مورد هم مشکل کپی بوده که حالا البته این که شما تونستید دقتتون رو تا این حد ببرید که همین هم مثل خودش بنویسید، این جای تحسین داره، این عیب نیست، ولی حتما یادتون باشه که توی کارهاتون اینو اصلاحش کنید. به این حالت میشه، اون تیزیه دیگه نباشه. حالا نکته بعدی این که این حرف یه توی خط شما توی یا ایها النبی حسب و کلا، خب حالا دو تا نکته اینجا ما باید بگیم. یکی این که عمق اینجا باید 1.5 نقطه قلمنی باشه و عرض کنم به حضورتون یه خورده هم حالت قوس بیشتری داشته باشه. این بیشتر حالت افقی پیدا کرده، اغلب قسمت های یه به صورت افقی داره حرکت میکنه، ولی اگر شما در الگو نگاه کنید اینطوری نیست و یه فاصله ای هم این انتها با کلمه حسب و که داره که توی خط شما این فاصله رعایت نشده. نکته بعدی این کاف یه خورده کوتاه شده، در الگو اینطور نبوده، الگو خوب بود از لحاظ اندازه، ولی اینجا شما یه ذره کوتاه نوشتید. کلمه الله رو خیلی خوب نوشتید، کلمه من میمش یه ذره بزرگه، یه دونه من دیگه هم جلوتر داریم. ببینید اینجا هم داریم، اینجا هم شما دوتاش نگاه میکنیم، این اولی که الان در تصویر میبینید یه خورده بزرگتر از این دومی شده، ولی شکل و شمایل اولی خیلی بهتره. اینا رو بایستی با هم دیگه در کنار هم نگاه کنید و مشکلش رو حل کنید. حالا بد نیست خود نیریزی هم ببینید که چطور نوشته. اینجا در تصویر میبینید شکل میم، خب یه ذره اگر که توی این عکس خوردگی میبینید یکم به خود این خط حق بدید، چون کپی است و تو کپی از این اتفاقا میفته، مخصوصا که الان من زوم کردم و این کلمه چندین برابر اصل خودش شما دارید مشاهده میکنید. اما کلمه المؤمنین دو جاش مشکل داره، یکیش این تیزی که به این سمت داره میره، به این سمت داره میره که اینطور نباید باشه،
یکیش عمود بودن بیش از حد این ناحیه و این خوردگی ها و اینا که حالا نباید تو کار دیده بشه، چون این باید دقیقا این حرکت با حرکت بعدی یه جوری به هم وصل بشن که اصلا مخاطب متوجه نشه شما کجا قلم گذاشتی. این که حالا اینجا این خوردگی رو ما میبینیم این جالب نیست. یه مشکلی که توی نونهای کشیده شما وجود داره یا حرف یا اینه که شما این آخر تمایل دارید که برگردید دوباره به این سمت، در حالی که شما باید به این سمت برید، سمتی که شماره دو علامت زدم، به این سمت. حواستون باشه اینو اصلاحش کنید. من الگو هم نشون میدم که شما یه خورده حساس تر بشید و بیشتر دقت کنید. ببینید این نگاهش به این سمته، اینی که شما میخواید برگردید به این سمت خیلی جالب نیست. اگر در الگوها هم دیدید، در خطوط بعضی از افراد هم دیدید، من منکر نمیشم، من هم دیدم، ولی صحیحش اینه، به این سمت میره. سطر بعدی یا ایها النبی هست که این قسمتی که من دورش خط کشیدم، از شما خواهش میکنم که هم به لحاظ ضخامت و هم به لحاظ دور توی الگوها نگاه کنید و بیشتر تمرین کنید، این قسمت رو مشق نظری کنید. کلمه هر رز، این سفیدی بین ه، سر ه و پایین ه، یه خورده خفه هست، یه خورده بسته هست. اگر شما نگاه کنید به این الگو که حالا من زوم میکنم که بهتر هم ببینید، این سفیدی به اندازه خاصی بایستی باشه و اگر این هسته و این سفیدی کمتر بشه، این کلمه شکل خودش رو از دست میده و دیگه جالب نیست. حتما این قسمت رو دقت کنید. از اینجا تا اینجا مساوی هست با این قسمت، یعنی اگر دو قسمت کنیم، این قسمت اول با قسمت همپوشانی برابره. عمق نون بایستی شما دو نقطه میگرفتید، اینجا حرکت هم باید از این سمت میرفت و اینکه این یای معکوس باید پایین تر میبود. من فکر میکنم یکم از مداد کمک بگیرید، انتهای این نون هم چون توی مؤمنین بالایی گفتم دیگه، اینجا دیگه نیاز نیست توضیح بدم. سر عین این ابتداش چندان حالت خوبی پیدا نکرده، باید کار بشه. القتال هم همینطور، این قسمت این دندانه بیشتر دقت کنید، اینا بایستی مشق نظری بشه. و من چند تا نون شما رو بررسی کردم که ببینم واقعا اینجا خطایی صورت گرفته، مثلا اشتباهی پیش اومده، مشکلی بوده. میبینم نه، جاهای مختلف که نون دارید، نوناتون شکل مطلوبی نداره و همین نونی که الان توی این سطر آخر هست، اینجا توی الگوتون همین نون اگه دقت کنید شکل شمایل خیلی خوبی داره و از روی این زیاد نگاه کنید، مشق کنید. کلمات قبلی هم نونش خوبه، اینجور نیست که مثلا اینها، ولی این یکی یه خورده خود نونه هم مشکل داشته، تو کار شما دیگه چند برابر شده. خب این نون باید اصلاح بشه. کاف کوفی اینجا یه خورده طولش کمه، طول این قسمت بالایی، و این اتصال هم من باید براتون بنویسم، این قسمت منکم باید براتون بنویسم که اجرا کنید. اما در مورد نون در کلمه اشرون، خب این حالت ظرف شده، حالت مربعی شکل داره میشه. این ظرائف خط نسخ رو داخل این نون ما نمیبینیم. حالا همین الگوتون هم نگاه کنید، این ابتدا تا اینجا یه حالت داره، از اینجا تا اینجا قلم یه شیب داره، از اینجا تا اینجا دور میزنه به سمت شروع میخوا برگرده. این سه قسمت رو شما باید بهش توجه ویژه کنید. در کلمه صابرون این هسته ساد رو، این چشم ساد قشنگ واضح باشه
مشخص باشه و خوابیده. که حالا توی خط شما چشم ساد خوابیده هست، ولی خب یه خورده فضاش فضای خفه‌ای هست. نون صابرون هم باید بیاد به سمت راست، انتهاش خوب نشده. کلمه یغلبو هم این ابتداشو من باید براتون بنویسم، ولی به اوابش خوب نوشتید، خیلی خوبه، دستتون درد نکنه. کلمه میعتین میمش باید تو خالی بشه، نباید تو پر بشه. ببینید در الگوی شما، ببینید اینجا یه ما هست، اینجا هم یک، اینا تو خالی بودن، اینا رو بایستی تو خالی بنویسید. در میعتین و بعدش کلن این دوتا نون هست که مجموعاً من در این مشق از نونهای شما چندان راضی نبودم. فکر میکنم که اگر رو نون یه مقدار بیشتر وقت بگذارید خیلی ارزشمنده، چون باعث تغییر خطتون میشه. پس این یکون هم دقت داشته باشید که عمق نونها دو نقطه قلم بشه. اینا دیگه خیلی صافه. شاید شما تصورتون این باشه که از اینجا دو نقطه بشه، ما میگیم از اینجا. اینا دقت کنید. و نکته بعدی این که در کلمه منکم این زاویه کاف یه ذره هنوز خوابیده تر باید می بود. و آخرین نکته ای هم که باید عرض کنم، دوتا نکته در واقع، یکی این که این تو خالی باشه، یکی هم این که این معتون، این قسمتی که میخواد بره بالا توی خط شما زیاد لاغره. این حرکتی که میره بالا، این زیاد لاغر شده، که بایستی یه خورده بیشتر دقت کنید. بنابراین دو سه تا کلمه قرار شد ما برای شما بنویسیم، که این دو سه تا کلمه رو انشالله به صورت یک ویدیوی جداگانه خدمتتون ارسال می‌کنیم.